رات مدیر تحقیقات در سازمان اتحاد علیه ایران هست اینجا به ما پیوسته. Thank you so much for coming. متشکرم از اینکه به ما ملحق شدید در برنامه 24. چی فکر میکنید درباره نحوه خوش آمدگویی به رئیسی در نیویورک؟ به اعتقاد من حتی نباید به نیویورک میومد در وهله اول. این واقعا شرم‌آوره که مقام‌های آمریکایی تشخیص دادن که باید بهش ویزا بدن و بعد فکر میکنم که هم اون ور خیابون محل اقامتش بود، سازمان ملل طبیعتا مقرش پشت سر ماست، اما هتل میلنیال هیلتون اونور بود. در واقع ما فرش قرمز برای اینها پهن کردیم. مطمئنم که یک آپارتمان خیلی لوکسی داشته در این هتل و واقعا شرم‌آوره. اون درست در همان زمانی رسید که آمریکا 6 میلیارد دلار پول برای ایران آزاد کرد و 5 گروگان رو ایران آزاد کرد از تهران. آیا فکر میکنید که دیپلماسی به این صورت بوده که آمریکا گفته خب ما پول شما رو آزاد میکنیم و شما گروگان های ما رو آزاد کنید؟ فکر میکنید این دیپلماسی اینچنینی میتونه همچنان ادامه پیدا کنه؟ چون در 40 سال اخیر اینجوری بوده، از گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران شروع شده تا به 2022 23. بله همینطوره، 44 ساله که همینطور که شما میگید داره اینطوری پیش میره. و من شنیدم که جان کربی همان کننده امنیتی ما خیلی صادقانه گفت که آیا چنین توافقی میتونه مشوق بیشتر ایجاد کنه برای گروگانگیری. ما میدونیم که جمهوری اسلامی میدونه الان که الان اگه همچنان گروگان بیشتر بگیره خیلی روشنه که برای اونها به اهدافشون منجر میشه و بنابراین بیشتر گروگان خواهند گرفت و این خطری خواهد بود برای همه شهروندان آمریکایی. ما میدونیم که همین الان شهروند یا مقیم آمریکا داریم در ایران بخشی از این توافق نبودند. الیزابت سرکاف رو هم باید به یاد داشته باشیم که به اعتقاد ما نیروهای شبه نظامی تحت حمایت سپاه در عراق گرفتن، او هم هست. بنابراین کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا طوری دارن این رو جلوه میدن که واقعا غیر قابل توجیه و باور نکردنیه و این فقط به معنی گروگانگیری بیشتر خواهد بود. نگرانی‌های هست که ایران تلاش کنه برخی از مقام‌های سابق آمریکا رو بکشه، مثل مایک پومپئو، جان بولتون که من پیشتر باش مصاحبه کردم و مصاحبه رو دیرتر پخش می‌کنیم در این برنامه. ابراهیم رئیسی حتی تلاش نکرد که این رو انکار کنه و این رو در شورای روابط خارجی انکار نکرد. نه انکار نکرد چون نمیتونه انکار کنه. من به خاطر دارم که همین سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی هنوز ویدیوهایی بودن از پهپادهای ایران، حتی زمانی که پرزیدنت ترامپ بر سر کار بود، میدونه که مایک پومپئو وزیر خارجه ما بود، جان بولتون در دولت او بود و او البته رئیسی اینها رو انکار نکرد برای اینکه نمیتونه انکار کنه. و باز بگم کل این مسئله واقعا جنون‌آمیزه. نیل راث از اتحاد علیه ایران هستی، متشکرم.